انتخاب و انطباق منابع ادب فارسی برای تدوین کتاب‌های کودکان و نوجوانان، سخنرانی محمد جعفر محجوب از انتشارات شورای کتاب کودک، چاپ بهمن 1356. این سخنرانی به مناسبت هفته کتاب و به دعوت شورای کتاب کودک در تالار دانشسرای عالی ایراد شده است. در آغاز سخن از بانوان و آقایانی که اظهار لطف فرموده و برای شنیدن سخنرانی ناقابل بنده تشریف فرما شدند سپاسگزاری می کنم و در این حال از این که به علت کسالت نمی توانم به آسانی و با صدای رسا صحبت کنم معذرت می خواهم. موضوع سخنرانی از پیش به عرضتان رسیده است و عبارت است از نحوه استفاده از منابع ادب ایران، اعم از ادب رسمی و ادب عوام، برای نوشتن کتاب‌های کودکان. قبلا باید عرض کنم که در کشور ما آن توجهی که شایسته و لازم است به کار کتاب نمی شود و بنده این نکته را بارها به دوستانی که در سر کلاس با هم مذاکره درسی داشته ایم یادآوری کردم. آنان خوب می دانند و دیگران هم به قدر کافی اطلاع دارند که کتاب در کشور ما کالایی است که بازارش گرم و شیرین نیست و آنچه باید در این مجلس به این گفته بیفزایم این است که بازار کتاب‌های کودکان از بازار کتاب‌های دیگر هم بی‌رونق‌تر است. برای اینکه اگر خریدار کتاب بزرگ سالان کم است و بازار آن فقط بی مشتری است، باز عده‌ای هستند که روی ذوق شخصی و علاقه فردی میآیند کارهایی می‌کنند. عمری را در کار ترجمه و تألیف و تصنیف می‌گذرانند. با دشواری‌های کار طبع و نشر می‌سازند و سنگ قناعت بر شکم آز و نیاز می‌بندند و کتاب انتشار می‌دهند و دنباله کار خود را رها نمی‌کنند. اما در کار کتاب کودکان این مقدار توجه و اعتنا حتی از طرف مؤلفان و نویسندگان و ناشران هم دیده نمی شود تا به خریداران آن چه رسد. تا کنون برای کودکان و به منظور استفاده آنها در ایران بسیار کم کتاب نوشته شده و انتشار یافته است. البته دلیل این امر فعلا مورد بحث ما نیست و اگر بخواهم وارد این بحث شوم سخن بیش از حد دراز می شود. با نهایت خوشبختی باید عرض کنم که به حمدالله مدتی است که به تربیت کودکان زیاد توجه می شود. الان ما شاهد هستیم و می بینیم که پدران و مادران به بهداشت کودکانشان بسیار توجه می کنند. به درس خواندن فرزندانشان خیلی علاقه نشان می دهند. مدرسه های ملی بسیار خوبی تأسیس شده است و مردم از آنها به خوبی استقبال کردند و شهریه های نسبتاً گرانی که شاید نسبت به درآمد خانواده ها برای آنها طاقت فرسا هم هست می پردازند برای اینکه فرزندشان خوب درس بخواند و خوب تربیت بشود و این امر یک آینده بهتر و روشنتر را به ما نوید می‌دهد. برای اینکه هر قدر کودکان بهتر تربیت شوند، نسل آینده ما بهتر و لایق‌تر از نسل امروزمان خواهد بود. با این احوال چطور شده است که به کتاب کودکان، کتاب‌هایی که باید همین کودکان مورد علاقه بخوانند، کتاب‌هایی که در ساختن شخصیت کودک و رشد و پرورش آن تأثیر قطعی دارد، کوچکترین توجهی نشده است؟
پدران و مادران به سرنوشت آینده کودک خود علاقه دارند و برای این کار متحمل فداکاری هم می شوند و خرجهای گزاف می کنند. اما چرا هیچ استقبالی از کتابهای خاص کودکان تا کنون نشده است؟ شاید علت این امر آن است که بزرگترها خودشان لزوم مطالعه کتاب را، مقصودم کتابهای غیر درسی و خارج از برنامه است، در زندگی خود احساس نکردند. خودشان با کتاب انس و الفتی نداشتند. به همین مناسبت برای فرزندانشان هم احساس احتیاج مبرم به کتاب نمی کنند و اگر جسارت نباشد، درست به تأثیر کتاب در پرورش بچه های خود پی نبردند. شاید توجه ندارند که مطالعه کتاب‌های خوب و مناسب تا چه اندازه می‌تواند در آینده فرزندشان تأثیری قوی و قطعی داشته باشد. البته باز وارد این بحث نمی‌شوم که چرا بزرگترها کتاب نخوانده‌اند و با دنیای کتاب آشنا نشده‌اند. دنباله این بحث را هم دراز نمی کنم و اصراری ندارم که این امر را تنها علت بی توجهی به کتاب کودکان بدانید. ممکن است این کار علتهای دیگری هم داشته باشد. فعلا این علتها مورد بحث نیست. الان یک واقعیت عینی و مسلم و انکار ناپذیر وجود دارد و آن این است که در کشور ما کتاب برای کودکان خیلی کم نوشته می شود. کتاب هایی که از هر جهت خوب و برای مطالعه کودکان مناسب باشد بسیار معدود و انگشت شمار است و نویسندگانی که در کار نوشتن مطالب مربوط به کودکان، اعم از شعر و داستان و مطالب گوناگون دیگر، تخصص داشته باشند و زندگی هنری و ادبی خود را بدین کار اختصاص بدهند بسیار معدودتر و انگشت شمارترند و این بسیار مایه تأسف است. چرا مایه تأسف است؟ برای اینکه راه طبیعی و روال عادی آشنا شدن مردم با کتاب این است که این آشنایی و عشق به مطالعه و خواندن کتاب باید از دوران کودکی در کودک ایجاد شود. اگر بچه در کودکستان و دبستان با کتاب آشنا شد و لذت مطالعه و خودآموزی و افزودن معلومات عمومی را درک کرد و به التزاز از آثار زیبای هنری خو گرفت، دیگر در تمام عمر دامان کتاب را از دست نخواهد گذاشت. اما اگر در آن دوران این آشنایی را پیدا نکرد و از درک این لذت محروم ماند، می‌دانید که در دوران‌های بالاتر، در دوره دوم دبیرستان و در دانشکده چقدر دشوار است که ما بخواهیم بعد از گذشت 20 سال و بعد از 15 سال درس خواندن یک دانشجو یا دانش آموز را با کتاب آشتی بدهید. این کار صرف نظر از تمام مشکلاتی که دارد، از قبیل عدم آمادگی فکری و ذهنی دانشجو و بالا رفتن سطح فکر و سلیقه او بر اثر تراکم درس در کلاس‌های بالا، بسیار دشوارتر می شود و تازه آن نتیجه دوران کودکی هم از آن عاید نخواهد شد. زیرا کودک، چنان که بعد عرض خواهم کرد، از نظر وسعت و نیرومندی قوه تخیل آمادگی بیشتری برای پذیرش داستان و خلق و ابداع هنری دارد و ذوق او برای پرورش استعداد بیشتری نشان می دهد. کودک اگر از دوران کودکی کتاب را جزء لوازم و ضروریات زندگی خودش بداند، دیگر کار آسان است و این مسئله مطالعه خارج از برنامه برای همیشه در زندگی او حل شده است و دیگر در سنین بالاتر هزار گونه بهانه معقول و نامعقول برای شانه خالی کردن از مطالعه و بیگانه ماندن با کتاب نمی تراشد.
اما پنهان نماند که در اینجا یک تسلسل باطل هم پیش می آید. بچه ها کتاب خوب ندارند برای اینکه پدر و مادرشان توجه به کتاب ندارند. پدران و مادران توجه به کتاب ندارند برای اینکه خود در دوران کودکی با کتاب آشنا نشدند. این دور و تسلسل اگر به همین ترتیب بماند تا ابد ادامه خواهد یافت و رابطه علت و معلولی همچنان برقرار خواهد بود، اما باید این دور را از یک جا قطع کرد و امیدواریم که در روزگار ما از یک جا قطع بشود. همین حضور یافتن بانوان و آقایان در این مجلس و بحث ما در زمینه کتاب‌های کودکان که امیدوارم مفید هم واقع بشود و نتیجه‌ای از آن به دست بیاید، خود مؤید این نکته است که توجهی نسبت به این مطلب حاصل شده است و بنده می‌بینم که در این مجلس علاوه بر دانشجویان رشته آموزش و پرورش ابتدایی که در حقیقت دوره عالی تربیت کودکان را می گذرانند و غیر از بانوان و آقایانی که روی علاقمندی این مجلس را مزین فرموده اند، گروهی از نویسندگان و ناشران هم تشریف آوردند و اظهار علاقه این حاضران محترم خودش بسیار مایه امیدواری است. ما برای کودکان کتاب لازم داریم. برای اینکه باید بچه در دوران کودکی با کتاب آشنا شود، این گونه کتاب‌ها چطور باید باشد و چه مطالبی داشته باشد. بحث در باب این مطلب هم درازتر از آن است که بتوان در یک مجلس سخنرانی آن را فیصله داد، زیرا می توان درباره محتوی کتاب کودک و طرز نگارش و انشاء آن و نیز درباره طرز چاپ و صحافی و تجلید و تصویرها و سایر جنبه های آن به تفصیل سخن گفت و بسیاری از این مطالب علاوه بر اینکه در دستور بحث ما نمی گنجد در حد صلاحیت بنده هم نیست و بسیار صاحب نظران در این مجلس هستند که از بنده بیشتر در باب این مطالب اطلاع دارند. اما به طور کلی میتوان گفت انواع و اقسام کتاب ها ممکن است به بچه عرضه شود و کیفیت آن از همه جهات ممکن است به تناسب سن خواننده و موضوع کتاب به صورت های گوناگون باشد. از کتاب‌هایی که قسمت اعظم آن از تصویرها تشکیل شده است و برای کودکان خردسال تهیه می‌شود و هدف از آن جلب توجه کودک به رنگ‌ها و تصویرها و دقت در آنهاست و در ضمن حکایت‌های بسیار ساده‌ای با نهایت اختصار در آنها نوشته شده است تا کتاب‌هایی که نوشته آن به تناسب معلومات کودک و اطلاعاتی که می‌خواهیم بدو بدهیم زیادتر شده است و در آن مطالب اخلاقی، علمی، اجتماعی، دینی، اطلاعات عمومی، داستان‌ها، مسائلی که از زندگی روز یا از فرهنگ و ادب گذشته اقتباس شده است یا مطالبی که از آثار ادبی یا کتاب‌های خارجی خاص کودکان ترجمه شده است ممکن است وجود داشته باشد. باز طبیعی است که ما در اینجا نمیتوانیم حتی درباره همین یک موضوع در باب محتوی کتاب کودک و انواع و اقسام آن و مسائلی که به آن مربوط است صحبت کنیم و همانطور که پیش از این عرض کردم فقط یک قسمت یعنی ادب گذشته ایران و منابع آن یعنی منابعی که برای تدوین کتاب کودک مناسب و قابل استفاده است و نحوه استفاده از آن را مورد توجه قرار می دهیم. اما بی فاصله پیش از ورود در اصل موضوع باید یک مطلب را یادآوری بکنم و آن این است که گفته های ما به هیچ وجه مانعت و جمع نیست با اینکه عده‌ای از نویسندگان و مترجمان کتاب های خاص کودکان را از زبان های خارجی ترجمه بکنند. البته باید بکنند، بسیار هم خوب است. همچنین استفاده از منابع ملی و آثار ادبی گذشته
مانعت و جمع نیست، با اینکه گروهی از نویسندگان و داستان سرایان از زندگانی امروز و صحنه‌های آن، از پیشرفت‌های علمی و ترقی‌های بشر در عصر حاضر الهام بگیرند و داستان یا انواع کتاب‌های دیگر بنویسند. باید بنویسند و این کار نه تنها بسیار خوب بلکه بسیار هم لازم است. اما یکی از انواع خاص کتاب کودک هم کتاب‌هایی است که در حقیقت وسیله پیوند دادن او با ادب و فرهنگ گذشته ایران است و هسته مرکزی اطلاعات او را در باب فارسی و فرهنگ ایرانی تشکیل می‌دهد. اطلاعاتی که در طی تحصیلات بعدی هم انشاءالله به آن روز به روز افزوده خواهد شد. مراد ما بحث در طرز تهیه این گونه کتاب هاست که گویا در لزوم و مفید بودن آن هیچ تردیدی نیست و به همین مناسبت در باب اثبات این نکته هم هیچ بحث و گفتگویی ضرورت ندارد. اکنون باید ببینیم که از این منابع ادبی و فرهنگی چگونه باید استفاده کرد. بنده معذرت می‌خواهم که کارشناس تعلیم و تربیت و روانشناسی نیستم، یعنی کارشناس هیچ رشته‌ای نیستم، هیچ چیز نمی‌دانم و یکی از چیزهایی که نمی‌دانم این است. بنابراین آنچه می‌گویم حاصل تجربه‌هایی است که در زندگی خود با دقت بر روی زندگی گذشته و دوران کودکی خود اندوختم یا بر روی کودکانی که در دسترس من بودند و بیشتر بر روی فرزندان خودم تجربه کردم. در نتیجه این تجربه ها بر من این طور روشن شده است که قوه تخیل آدمی در دوران کودکی بسیار نیرومند و وسیع است. برای کودک این مسئله به خوبی و با کمال سهولت قابل قبول است که یک آقا موشه در سر راه به خاله سوسکه‌ای بر بخورد. خاله سوسکه‌ای که خود را 7 قلم آراسته و چادر چنین و چنان به سر انداخته و کفش قرمزی پوشیده و در طلب شوهر در جاده همدان به راه افتاده است تا به رمضان هم وزن همدان شوهر کند و منت بابای خود را نکشد و از او خواستگاری کند و خاله سوسکه هم که بقال و چقال و عطار و حلبی ساز و قصاب را رد کرده و تن به زناشویی آنها نداده است، وقتی آقا موشه به او میگوید که در موقع خشمگین شدن او را با این دم نرم و نازک خود کتک خواهد زد، تن به قضا میدهد و شاید به علت همان خواستگاری و جذبه‌ای که در نخستین دیدار پدید آمده است، به زودی با هم زن و شوهر شوند و عروسی کنند و باقی قضایا. در حالی که این سرگذشت برای ما دلپذیر و حتی قابل قبول نیست و هزار عیب و ایراد برای این داستان از کلمه اول تا صحنه آخرش می تراشیم، که یکی از آنها یعنی همجنس نبودن سوسک و موش مانند اولین دلیل حاکمی که هنگام ورود ناپلئون تیر توپ شلیک نکرد، یعنی نداشتن توپ، برای طرد کردن و دور انداختن داستان کافی است. چرا چنین است؟ زیرا قوه ادراک و تعقل ما بیشتر رشد کرده است، نقاط ضعف داستان را نمایان‌تر می‌سازد و مانع لذت بردن ما از داستان می‌شود. و همین تفاوت بین مردم عوام و کم سواد و ساده دل با افراد تحصیل کرده و جهان دیده و اهل مطالعه در لذت بردن از داستان‌های گوناگون و تسلیم شدن یا نشدن به محصول تخیل داستان پرداز وجود دارد. در صورتی که در مورد کودکان اصلاً این گونه مطالب مطرح نیست. کودک وقتی تحت تأثیر قوه تخیل خود قرار می‌گیرد، برایش بسیار باور کردنی و قابل قبول است که از بالش تخت خواب خود کره دریایی بسازد
و با یک قطعه چوب اسب دوانی کند و هنگامی که بر آن سوار شده است و چوب را با نیروی جسمانی خیش به دنبال خود به این سوی آن سوی می کشد، واقعا و با صمیمیت تمام یقین قطعی داشته باشد که بر اسب سوار شده و مشغول تاختن است. سعدی گفت: چون کودکان خرد که دامان کنند اسب، دامن سوار گشته و میدانت آرزوست. دامان خود را سوار می شوند و واقعا سواری می کنند. این قوه تخیل کودک است که وی را سواری می دهد و او را غرق در لذت و شادی می کند. بنابراین به علت پهناوری و نیرومندی تخیل کودک و تسلطی که این قوه بر تن و روان او دارد، به طبع مطالبی هم برایش بیشتر لذت بخش و جالب توجه است که با تخیل بیشتر سر و کار داشته باشد. همه شما دوران کودکی را گذرانیده اید و شاید همه شما لذت داستان‌های دلپذیر و عجیب و غریبی را که زنان سال خورده خانواده برای شما گفتند و آخر شب پلک‌هایتان با شنیدن آخرین جمله‌های آن سنگین شده است و به خواب رفته اید چشیده اید و شاید هنوز آن لذت را به خاطر داشته باشید. بنده که شخصا در خاطر دارم و از لذت‌هایی است که هیچگاه فراموشم نخواهد شد. این لذت به واسطه راضی شدن و اقناع قوه تخیل به کودک دست می‌دهد. اکنون همه ما بزرگ شده و به دنیای واقعیت‌ها، دنیای معقولات و ادراکات قدم نهاده‌ایم، اما این امر دلیل نمی شود که کودکان و خواست آنها را از یاد ببریم. یک وقت بنده در دبستان لیلی بازی می کردم و لواشک آلو را به عنوان بهترین تنقل می خوردم. بعد بزرگ شدم، هم لیلی و هم لواشک را فراموش کردم و چنین پنداشتم که آن بازی و خوردن آن تنقل منسوخ شده است، چون خودم با آنها سر و کاری نداشتم. اما وقتی بچه‌ام به دبستان رفت به خود آمدم و متوجه شدم که نه لیلی بازی فراموش شده و نه لواشک آلو خوردن از خاطر کودکان رفته است. این من بودم که از وجود آنها غافل بودم، وگرنه کودکانی که به سن آن روز بنده هستند هم آن بازی را دوست دارند و هم آن تنقل را. اگر این اصل را در نظر بگیریم کارمان خیلی آسان می شود. باید ببینیم خودمان در کودکی چه چیزها را دوست می داشتیم و با چه زحمت و گرفتاری آنها را به دست می آوردیم. آنگاه حالا ما که بیش از گذشتگان به خواست کودکان خود و برآوردن آن پای بندیم، آنها را البته با رعایت نکات تربیتی و آنچه به صلاح کودک است آسان‌تر و بی‌دردسرتر در اختیار وی بگذاریم. البته مقصود اصلی در این گفتگو فقط داستان‌های کودکان، آن هم نوع خاصی از آن است، یعنی آنچه از ادب و فرهنگ ملی ایران مایه می‌گیرد. شک نیست که در فرهنگ ایرانی و ادب گذشته پارسی بسیار چیزها وجود نداشتند. شرح اقتراح‌ها و اکتشافات تازه، قصه‌های علمی تخیلی، ساینس فیکشن و اطلاعات مربوط به ملت‌ها و اقوام دیگر خاص اقوام اروپایی، داستان نویسی به شیوه جدید و مانند آنها در ادب گذشته پارسی و فرهنگ ایرانی نبود است. این خلأ را با اقتباس و ترجمه از آثار دیگران و نوشتن داستان‌های امروزی پر خواهیم کرد. اما آنچه مربوط به گذشته است چه چیزهاست، چند قسمت است و از آنها چگونه باید استفاده کرد؟ به طور کلی منابع گذشته فرهنگ ایرانی را به دو دسته بسیار بزرگ میتوان تقسیم کرد. یک، منابع رسمی و ادبی که اگر بخواهیم تعبیر فرنگیان را به کار ببریم،
باید بگوییم جزء آثار کلاسیک ادب و فرهنگ ایرانی به زبانهای باستانی یا فارسی یا عربی است. دو، منابعی که به طور کلی میتوان آن را فرهنگ عوام یا فولکلور و اگر دقیق تر بگوییم ادب عوام نامید، چون منابع علمی و فرهنگی عوام کمتر در کار کتاب کودک مورد توجه است و من و شما در کودکی از این منبع فیاض و غنی و سرشار از لطف و زیبایی بیشتر از منبع اول بهره‌مند شده ایم، در صورتی که در روزگار کودکی ما کمتر کتابی که برای کودکان مناسب باشد با استفاده از منابع ادب رسمی و اقتباس و بهره برداری از آن تهیه شده بود. اکنون باید به بحث درباره هر یک از این دو منبع و طرز استفاده از آنها بپردازیم و اول باید از ادب رسمی و به اصطلاح کلاسیک گفتگو کنیم. اما نخست باید ببینیم در این منابع چه مطالبی و البته بیشتر چه نوع داستانهایی یافت می شود تا بعد بگوییم که چگونه باید از آنها سود جست. در منابع ادبی ما چند نوع داستان وجود دارد. یکی از مهمترین انواع داستانهای ادب رسمی داستانهای حماسی است. حماسه یک منبع بزرگ و سرشار از منابع داستانی ما را تشکیل می‌دهد. این داستانها از قدیمترین روزگاران، شاید از دوران پیش از تاریخ و به هر حال از روزگاری که هنوز اقوام هندی و ایرانی با یکدیگر می‌زیستند و از هم جدا نشده بودند و این یک ایران و آن یک هندوستان را برای سکونت اختیار نکرده بود پدید آمدند و خلق و ابداع آنها همچنان ادامه داشته است. بهترین و با ارزشترین این داستانها در عصر اشکانیان پدید آمده یا از حوادث آن دوران مایه گرفته و بعدها به صورت داستان در آمده است و تا عصر ساسانی، تا اوایل بلکه اواسط و اواخر عصر ساسانی ادامه داشته است. چند پانویس، یکی در مورد این داستان‌ها از قدیم‌ترین روزگاران. اوستا یکی از منابع قدیم داستان‌های حماسی ایران است. می‌دانیم که گاسه‌ها سرودهای منسوب به حضرت زرتشت و قدیم‌ترین قسمت این کتاب دینی است. قدیم‌ترین بخش‌های اوستا در روزگاری تدوین شده است که ایرانیان هنوز نمک و آهن را نمی شناختند و به همین سبب حدس می زنند بلکه احتمال قوی می دهند که آن روزگار در اواخر عصر مفرق بوده باشد و دوره آهن هنوز آغاز نشده باشد و بدیهی است که تاریخ و عصر تاریخی، یعنی عصری که با اختراع خط و انتقال افکار از راه بصری آغاز می شود، قرنها پس از این دوران شروع شده است. پانویس بعدی در مورد جدا شدن اقوام هندی و ایرانی. در اوستا کتاب دینی ایرانیان باستان نام جمشید آمده است و یکی از پادشاهان بزرگ و مؤید به تأیید خداوندی شناخته شده است، چنان که در تاریخ‌ها و داستان‌های حماسی بعدی مانند شاهنامه و کرشاسب‌نامه اسدی نیز چنین است. این نام در کتاب دینی هندوان باستان ودا نیز آمده است و این قرینه نشان می‌دهد که چنین شخصیتی در روزگاری می‌زیسته است که هندوان و ایرانیان زندگانی مشترک داشتند و هنوز جدایی بین آنها اتفاق نیفتاده بوده است. پانویس بعدی اشاره در عصر اشکانیان داستانهایی که پدید آمده. بسیاری از قهرمانان جاویدان حماسه ملی ایران از شاهان و شاهزادگان اشکانی بودند. رستم، گیو، گودرز، بیژن و مانند آنها همه متعلق به عصر اشکانی هستند. ظاهراً اصراری که ساسانیان برای محو آثار و از میان بردن نام اشکانیان از عرصه تاریخ داشتند موجب شده است که خاطره گرامی آنها رنگ افسانه به خود گیرد و در ذهن مردم ایران به صورت پهلوانان افسانه‌ای باقی بماند.
ساسانیان این دلیران را از عرصه تاریخ راندند، اما چون آنان به مناسبت دلیری های خود جاویدان شده بودند، از عرصه افسانه سر بیرون کردند و در این زمینه پهناور که آزادی بیشتری نیز در آن حکم فرماست، سیمایی تابناکتر، محبوبتر و دلپذیرتر یافتند. پانویس بعدی اشاره به عصر ساسانی و اینکه تا اواسط و اواخر عصر ساسانی ادامه داشته است. کارنامه اردشیر بابکان که عیناً در شاهنامه منعکس شده است، یک داستان حماسی است که جنبه افسانه آن بر جنبه تاریخیش غلبه دارد. از بهرام گور نیز داستان‌های رزمی نقل شده است. نیز بهرام و خسرو پرویز به صورت قهرمانان داستان‌های جاویدان عشقی خسرو و شیرین و هفت پیکر تجلی کردند. انوشیروان نیز در داستان‌های حماسی اسلامی و عربی مانند قصه انتر و داستان بسیار معروف حمزه شخصیتی معروف است، اگرچه به شکل قهرمانی محبوب تجلی نمی‌کند. خوشبختانه قسمتی بزرگ از این منابع اکنون در دسترس ماست. این داستان‌ها همیشه در طول تاریخ زندگانی ملت ایران، حتی در دو قرن اول بعد از ظهور اسلام، زبان زد ایرانیان بوده است و یکی از کتاب‌هایی که خیلی زود از پهلوی به عربی ترجمه شد، خدای‌نامه پهلوی یعنی شاهنامه بود که در تحت عنوان سیر الملوک به وسیله ابن مقفع به عربی در آمد و پس از آن نیز ادیبان و مورخان از این کتاب بسیار اقتباس و استفاده کردند و کتاب‌های مانند تاریخ طبری، هنر اخبار، ملوک الفرس ثعالبی، مروج الذهب مسعودی و دیگر کتاب‌های تاریخ ایران با استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از آن تألیف شد و قسمت‌هایی از این کتاب نیز در آثار ادیبان زبان عرب به عنوان نمونه کامل فصاحت و بلاغت یا به منظور استشهاد و استفاده‌های گوناگون دیگر نقل و درج شد. همچنین تصادفی نیست که کهن‌ترین نمونه بازمانده از نثر فارسی بعد از اسلام مقدمه شاهنامه ابومنصوری است، شاهنامه‌ای که به دستور ابو منصور عبدالرزاق به نثر فارسی پرداخته شد و شاید یکی از منابع فردوسی در نظم شاهنامه باشد. علت این است که محبوب ترین کتاب ایرانیان همین کتاب کارنامه دلیری ها و جوانمردی ها و جهانگشایی های شاهان و سرداران ایران بوده است و طبعاً اولین کتابی که به فکر تهیه و تدوین آن به فارسی می افتند همین کتاب است. در هر حال به علت توجه فوق‌العاده مردم ایران بدین داستان‌ها، چنان که حتی امروز هم در دورافتاده‌ترین نقاط کشور در دل کوهستان‌ها بین عشایر و ایل‌ها همه این داستان‌ها را می‌دانند و پهلوان آنها را به خوبی می‌شناسند و حتی قسمت اعظم شعرهای فردوسی را از بر دارند و نقل شفاهی یا کتبی آن حماسه ملی تقریباً به طور کامل از صدمت زوال مسون مانده است و امروز گنجینه است گرانبها و پایان ناپذیر که می توان از آن داستان‌های فراوان برای کودکان استخراج کرد و با استفاده کودکان از آنها هم مبانی ملیت در آنها تقویت می شود، هم غرق در لذت و سرور و انبساط خاطر می شوند و هم این کار به اطلاعات عمومی و درک کلی ایشان کمک خواهد کرد و هم موجب خواهد شد که خیلی زودتر و بهتر لطایف و دقایق ادب فارسی را بفهمند و از آن لذت ببرند. برای فهمیدن این بیت های خواجه حافظ، شاه ترکان چو پسندید و به چاه هم انداخت،
دست گیرر نشود لطف تهمتن چه کنم؟ سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل، شاه ترکان فارغ است از حال ما، کو رستمی؟ شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. باید داستانهای بیژن و منیژه و کشته شدن سیاوش به فرمان افراسیاب را دانست. در اینجا باید چند کلمه حاشیه بروم و عرض کنم که حماسه نیز دارای انواعی است که مهمترین آنها عبارتند از: یک، حماسه ملی، دو، حماسه دینی یا مذهبی، سه، حماسه تاریخی. حماسه تاریخی منظومه هایی است که درباره جهانگشایی های پادشاهان ساختند و واقعیت تاریخی دارند، یا دست کم قسمت اعظم آن با تاریخ وفق می‌دهد. قسمت اخیر شاهنامه، تاریخ دوران ساسانی، حماسه تاریخی است. همچنین منظومه هایی درباره شاه عباس صفوی، نادرشاه، شاهان سلجوقی، فتلی شاه و حتی چنگیز و تیمور به زبان فارسی سروده شده است. حماسه دینی یا مذهبی داستان‌های حماسی است که قهرمانان آن اولیای دین یا مذهب هستند. داستان‌های این نوع حماسه واقعیت تاریخی ندارند و زاده تخیل هستند، مانند خاورالنامه ابن حسام که شرح جهانگشایی‌ها و دلیری‌ها و طلسم شکنی‌های تخیلی مولای متقیان است، و صاحب قراننامه که در آن فتوحات خیالی حمزه عم رسول اکرم یاد شده است. البته حماسه هایی هم هستند که در عین داشتن جنبه دینی یا مذهبی با تاریخ منطبق هستند و میتوان آنها را حماسه دینی تاریخی نامید، مانند حمله حیدری، دو کتاب بدین نام، یکی از بازل هروی و یکی از ملا بمان علی کرمانی در دست است، و خداوند نامه سبا و اردی بهشت سروش و جزانها. اما مهمترین نوع حماسه و آن که در بازار ادب رسمی ایران و جهان قدر و ارجی به سزا دارد، همان حماسه ملی است که شرح پادشاهی شاهان داستانی ایران و دلیری و جنگاوری پهلوانان سیستانی، خاندان رستم و نیاکان و فرزندان او است. این خاندان هم نسب خود را به جمشید می رساند. نام بعضی از افراد این خاندان مانند کرشاس در اوستا آمده و بعضی دیگر مانند رستم و بیژن به دورانهای بعد، خاص دوران اشکانی، تعلق دارد. معروف ترین فرد این دوده رستم است، اما اجداد وی مانند کرشاس و سام و نریمان و ارسط و گورنگ نیز نام و نشانی دارند و داستانهایی از بعضی از ایشان مانند کرشاس و سام در دست است. داستان کرشاس را اسدی و قصه سام را خواجوی کرمانی به نظم آوردند. حدیث رستم که شاهکار حماسه ملی ایران است در شاهنامه آمده است و به قول نظامی عروضی که گفتار سلطان محمود را نقل می کند، شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم. اما در این حال باید دانست که حتی بعضی داستانهای منسوب به رستم را نیز فردوسی نظم نکرده است و علت آن روشن نیست. ممکن است آن داستان به دست شاعر نرسیده یا آن را شایسته برای منظوم ساختن ندیده است. پانویس: مانند جنگ رستم و دیوان که آقای دکتر یار شاطر آن را در داستانهای ایران باستان از متن سغدی ترجمه کردند. مترجم در مقدمه این داستان چنین می نویسد: سرگذشت رستم از روزگاران قدیم در ایران رایج بود. فردوسی داستان دلاوری های او را در شاهنامه سروده است. به تازگی افسانه‌ای درباره جنگ رستم و دیوان به دست افتاده که به این صورت در شاهنامه نیست. اصل این داستان به زبان سغدی است که در آسیای مرکزی رواج داشته و مردم سمرقند و بخارا به آن سخن می‌گفتند و امروز از میان رفته است.
این داستان که بیش از داستانهای شاهنامه صورت افسانه ای دارد، پیداست جزئی از داستان دامنه‌دار تری است که آغاز و انجام آن در دست نیست. داستانهای ایران باستان نگارش دکتر احسان یارشاطر، چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب سال 1344 هجری شمسی، صفحه 77 و 78. فرزندان و نوادگان رستم نیز هر یک برای خود کارنامه‌ای دارند. تنها سهراب است که در آغاز دوران پهلوانی و عنفوان جوانی به دست پدر کشته می شود و مجال آن نمی یابد که از دلیری های خود داستانی بر جای گذارد و قصه غم‌انگیز و پر آب چشم او در ضمن حدیث رستم آغاز می شود و پایان می یابد. اما دیگر فرزندان رستم، خاص فرامرز و بانو گشسب و نوادگان او، مانند برزو فرزند سهراب و نیز شهریار و آذربرزین، هر یک داستانی جداگانه دارند. داستان برزو که در قرن پنجم به وسیله عطایی رازی در تحت عنوان برزونامه به نظم آمده است و پس از شاهنامه و گرشاسب نامه فصیح ترین و استادانه ترین منظومه حماسی فارسی است، حجمی بیش از شاهنامه دارد و دارای 68,000 بیت است و حالان که شاهنامه در اصل 60,000 بیت داشته و کامل ترین نسخه شاهنامه امروزی 50,000 بیت دارد، یعنی 10,000 بیت از آن ضایع شده است. بعضی دیگر از شاهزادگان ایران نیز قهرمان داستانهای حماسی واقع شدند، مانند اسفندیار پسر گشتاس، شاهزاده دلیر و بهدین و رویین‌تن و نگونبخت که در جوانی بر اثر آز و دنیاداری پدر به دست رستم کشته می شود و از حدیث دلیری های او کتابی به نام اسفندیار نامه بازمانده است. بنده این کتاب را ندیده است، ولی سرجان ملکم در تاریخ ایران خود از آن نام می‌برد. و فرزند او بهمن که منظومه‌ای به نام بهمن نامه از کارهای او به یادگار مانده است و همای دختر بهمن که منظومه همای نامه شرح کارهای اوست، داراب پسر همای نیز قهرمان داستانی است که ظاهرا یک بار هم به نظم آمده بوده، اما امروز داستان منظوم او در دست نیست، ولی یک داستان مفصل و کهن بسیار شیرین و با ارزش به نام داراب نامه به روایت ابو طاهر ترتوسی، داستانگزار معروف و راوی داستانهای ابو مسلم نامه و قران حبشی، در شرح دلیری های او در دست است و استاد محترم آقای دکتر صفا آن را تصحیح و طبع کردند. البته بهتر است که روایت منصور داراب نامه و نیز داراب نامه بیغمی را که ظاهراً به اشتباه داراب نامه خوانده شده و باید قصه فیروز شاه نامیده شود، در جزء داستانهای عوامانه و منابع ادب عوام بیاوریم. اما حماسه نیز از لحاظ مضمون و محتوا با داستانهای عوامانه همانندی و مشابهت دارد و مانند آنها دهان به دهان در بین توده مردم نقل می شود، لیکن از نظر لفظ و قالب به لباس آثار ادبی رسمی و نظم فصیح فارسی در آمده است. این داستان‌های شیرین و گاه بسیار دراز که نام بردیم، همه داستان‌هایی است که مردم ایران با شوق و رغبت بسیار قرن‌ها بدان گوش فرا دادند و افراد در هر سن و از هر طبقه که بودند با شور و عشق فراوان در محفل داستان سرایان و قصه خوانان فراهم می آمدند و از پای تا به سر همه سمع و بصر می شدند و گوش به گفتار و چشم به حرکات و رفتار نقال فرا می دادند و چنان مسحور گفته او می شدند که خود را فراموش می کردند و لذت و هیجان و شوق
خون را در عروق ایشان به جوش می آورد و صحنه‌های غم‌انگیز داستان سیلاب اشک از دیده‌شان جاری می کرد و می کند، تا آن حد که مردم آذربایجان همین قصه ها را به لهجه ترکی آذری در مجامع عمومی باز می گویند و چادرنشینان و روستاییان هم در آن بهترین سرگرمی شبهای دراز زمستانی را می جویند و همین رشته است که پیوندی ناگسستنی بین تمام اقوامی که در مرزهای جغرافیایی ایران زیست می کنند پدید آورده و فارسی و فارسی زبانان را این اندازه محبوب و مورد علاقه همسایگان ایران ساخته است. اکنون نیز دلیلی ندارد که ما از این منابع شورانگیز برای کتاب کودکان استفاده نکنیم و حتی تحریرهای متعدد و گوناگون از این داستانها به طبع نرسانیم و منتشر نسازیم. باید برای هر دسته از کودکان به تناسب سن و سال و میزان معلوماتشان یک تحریر جداگانه از این گونه داستانها پرداخت و با تصویرهای زیبا و دلپسند آراست و انتشار داد. یکی از لوازم حتمی قصه تصویر است. در قدیمترین نمونه نثر فارسی مقدمه شاهنامه ابومنصوری گفته شده است که چون شاهنامه به پایان آمد چینیان تصاویر اندر افزودند، و این عبارت می‌رساند که در قدیمترین روزگاران نیز داستان‌ها را بدون تصویر تهیه نمی‌کردند، گویی اینکه این کار در آن روزگار سخت دشوار و پرخرج بوده است. متن‌های معنوی پیش از اسلام نیز این مطلب را تایید می‌کند و امروز هم طبیعت آدمی خاص طبع کودکان و ذوق هنردوستانی که به قصه و داستان و مطالعه آن رغبت دارند همین اقتضا را دارد. تحریرهایی که برای کودکان نوسواد و اندکسال تهیه شده است باید بیشتر مصور باشد و شعر در آن کم باشد یا هیچ نباشد و اختصار در آن رعایت شود و هر قدر بالاتر میاییم متن مفصلتر و تصویر به نسبت آثار کودکان خردسال کمتر باشد و رفته رفته شعر هم در آن زیاد و زیادتر شود. داستان‌های شاهنامه تاکنون چند بار مورد توجه قرار گرفته است. آقای دکتر یار شاطر کتابی به نام داستان‌های شاهنامه نوشت و مصور کرد و انتشار داد. مرحوم محمد علی فروغی هم خلاصه ای از شاهنامه فردوسی برای دبیرستان‌ها تهیه و طبع کرد. گویا این خلاصه هم به دو صورت، یکی مختصرتر و یکی مفصلتر تهیه شده بود. شاید کسان دیگری هم داستان‌های شاهنامه را به نثر نوشته باشند که بنده از آن اطلاعی ندارد. اما فقط شاهنامه نباید مورد توجه باشد. بچه‌ها باید تمام قهرمانان حماسه ملی را به خوبی بشناسند و از سرنوشت آنان آگاه باشند. روی شاهنامه هم هنوز بسیار کارها می‌توان کرد. مثلا داستان کرم هفت واد در سرگذشت اردشیر بابکان که داستانی سخت دلکش است و در شاهنامه از کارنامه اردشیر بابکان ترجمه شده و برای کودکان بسیار جذاب هم هست، هنوز برای کودکان تحریر نشده است. در اینجا شاید لازم باشد که از اسکندرنامه هم سخنی بگوییم که اسکندر در ایران وضع خاصی دارد. ایرانیان قبل از اسلام او را ملعون می‌دانستند و با لقب گجستک که در حقیقت داغ لعنت و نفرت بود نام وی را بر زبان می‌آوردند. اما در دوران اسلامی به دلایلی که شرح آنها در این گفتگو امکان پذیر نیست و بیشتر به علت ترجمه شدن شرح احوالی از اسکندر که اصل آن متعلق به منابع غیر ایرانی بود و نیز به واسطه تطبیق دادن او با ذوالقرنین که نام و بعضی کارهایش در قرآن کریم یاد شده است، رفته رفته اسکندر نه تنها منفور و مطرود نماند بلکه مقام قدس و تقوا نیز یافت و کم کم پیغمبر و مروج اسلام و برهم زننده بت پرستی و محو کننده کفر نیز شد. تا
تاریخ ایران اسکندر را مردی متجاوز و مهاجم و نسبت به ایرانیان ستمگر و در نتیجه منفور می شناسد. اما از قصه اسکندر تحریرهای گوناگون و بسیار مختلفی در دست است که سه تای آنها بیشتر شهرت دارد. اول، اسکندرنامه منصور تحریر قرن ششم که متنی فصیح و از نظر نثر فارسی زیباست و اصلا جنبه حماسی ندارد، اما در آن به اسکندر به دیده تحسین نگریسته شده است. دوم، اسکندرنامه نظامی که آخرین منظومه اوست و در بحر متقارب سروده شده و جنبه حماسی دارد و در آن هم اسکندر مورد تحسین واقع شده است. سوم، تحریر جدید و منصور اسکندرنامه که کتابی است به حجم شاهنامه فردوسی و متعلق به دوران صفویه. در این کتاب اسکندر پیغمبر نامرسل است و مروج دین اسلام و مدتها از روی آن در قهوه خانه ها نقل می گفتند و هنوز هم در بعضی قهوه خانه ها می گویند. و محمد شیرزاد سپه سالار لشکر اسکندر در این کتاب از پهلوانان معروف افسانه ای است و داستان نبرد او با شیرزاد خان شیر دره ای و کشته شدن شیرزاد خان به دست او که در اصطلاح نقالان شیرزاد کشی خوانده می شود، مانند داستان سهراب و رستم شاهنامه و کشته شدن سهراب به دست رستم که آن نیز در عرف نقالان سهراب کشی گفته می شود، شهرت و دوستدار و خواستار فراوان دارد. و البته همانطور که اسکندرنامه از شاهنامه کمتر معروفیت دارد، شیرزاد کشی آن نیز کمتر از سهراب کشی مورد توجه عوام مردم است. این کتاب اخیر را باید جزء داستانهای عوامانه در شمار آورد و در آنجا از آن بحث کرد، اما چون فعلا گفتگو در باب اسکندر است از آن نیز یاد کردیم. در هر حال با اسکندرنامه با این تفصیلی که عرض کردم چه باید کرد؟ اگر اسکندرنامه نظامی را به عنوان یک داستان حماسه ملی ساده خلاصه کنیم و به دست کودکان بدهیم، در حقیقت ذهن او را با مطالبی مخالف حقایق تاریخی تاریخ ایران انباشته ایم و این کار درستی نیست. اگر هم بخواهیم حقایق تاریخی را در باب اسکندر به صورت داستان کودکان درآوریم، دیگر نمیتوان نام آن را اقتباس و استفاده از داستان ادبی و حماسی اسکندرنامه گذاشت. بنابراین بقیده بنده بهترین است که از این داستان برای کودکان، خاصه در هنگامی که هنوز نامی از اسکندر نشنیده و سیمای تاریخی او را نشناختند، استفاده نکنیم. بگذار این یک منبع ادبی برای مدتی محدود بدون استفاده بماند. البته وقتی که کودک بزرگتر شد و اسکندر را چنان که باید شناخت، آن وقت میتوان او را با اثر نظامی آشنا کرد، چون از نظر ادبی اثری زیبا و قابل توجه است. و در ضمن حقایق تاریخی را هم به او گوش زد کرد تا فقط از آن استفاده ادبی و داستانی بکند، نه استفاده علمی و اطلاعاتی. هر دو اسکندرنامه منصور و استفاده از آنها نیز در همین حکم است.